متشکرم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه اینجا هستید خوشحالیم. و همین، برنامه امشب ما راجع به چینه. چین یکی از عجیبترین پدیده هایی که در حال حاضر در جهان وجود داره، پدیده چینه. روی هر چیزی رو نگاه میکنی نوشته Made in China. یه جوری شده که آدم گاهی به خودش هم شک میکنه که کف پا و پک و پهلومون رو نگاه میکنیم نوشته یه چیزی وجود داره یا نه. من نمیدونم اینا با این همه تولیدات و زمانی که برای کار میذارن کی رسیدن جمعیتشون رو برسونن به 1 میلیارد و خورده‌ای. کی وقت شد؟ این نشون میده در هر زمینه ای از تولید که در نظر بگیریم چینی ها پیشتازن. یعنی سابقه داشته رهبر چین در حضور 200 نفر از مسئولین کشور از ضرورت جلوگیری از رشد جمعیت شروع به سخنرانی کرده، در پایان همون سخنرانی متوجه شده که اونایی که اصلا 220 نفرن. انقدر درگیر کار و تولیدن که حتی وقت نمی کنن برای بچه هاشون اسم بذارن. رفتم دیدم که میگم موقع تولد بچه هر صدایی که در کارخانه محل تولد بیاد همون میشه اسم بچه. مثلا یه ور کارخونه لوازم فلزی تولید میشه، یه ور دیگه 2 نفر در حال خندیدنن، اسم بچه میشه جینگ هاهو. انرژی تو نفت نمایش تو. این خونه در و پیکر نداره سرتو میندازی پایین همجوری میای تو؟ چرا داره؟ اتفاقا در آهنی هم داره، چه دری هم هست. آره. خب کی درو برات باز کرد؟ خودم، کلید دارم. نه درو باز کردم اومدم تو. رو اعصاب من راه نرو، من عصبانی بشم بعد میبینی ها. میگم تا حالا هیچ کی بهت گفته که وقتی خشن میشی خیلی جذابتر به نظر میرسی؟ آره. تمومش کنیم از خروازی ها رو. میبینی مدیری میبینی خیلی جذابان. اصلا من نمیفهمم این خوشونت ها توی وجودش نهادینه شده. خیلی خوبه، دوست دارم. تقصیر تو نیست، تقصیر منه. دوباره بهت خندیدم پر رو شدی. آره اینه. نه نه اینجوری نگو، آروم باش. آفری، نفس عمیق بکش. باریکلا، آدم که بی خودی عصبانی نمیشه. شنیدم که لباساتم خودت میشوری. آفری، بذار ببینم تو ساکم چی دارم بهت بدم. آفری، من یه بلای سر این میارم. نه نه اینو نه. بخند ببینم اون مدیری داره میخنده چقدر مهربونه. ببین ما همه تو رو دوست داریم گله من. عمو مدیری سلام کن ببینه ناراحت نیستی. سلام. آفری. آم بیا اینم واسه تو. بخند اول. این الان چیه؟ برای من کادو گرفتی؟ آره، خیلی وقت بود میخواستم واسه کادو بگیرم. خب وقت نمی کردم، میخواستم جبران کنم. آره
ممنونم، خیلی غافلگیر شدم ولی چی مسخره کردی منو؟ نه این کیه گرفتی؟ ها؟ چرا اینو پاره کردی؟ این چجور کادو باز کردنه؟ کادو ندیده مثل اجدای وحشی این پیرنو پاره کردی؟ به من چه ربطه؟ مگه لباس به این راحتی پاره میشه؟ دیدی چیکار کرد مدیری؟ بادر کرده پس برستا بس اسراف خیلی ازت ناراحتم بس اسراف دیگه چسب اسکات ببینم من 10,000 تا از لباسا رو آوردم دادم دست مشتری همشون هم راضی بودم هیچ کم ناراحت نبودم آقا میری از این جنس چینی آش حالا میخری همین میشه دیگه چینی آش بله دیدی چی گفت دیدی خب راست میگه جنس چینیه دیگه آشغاله دیگه آره تولید داخلی حمایت از تولید داخلی آره ناچ ناچ اگه راست میگی این چیه؟ چیه؟ این چیه؟ این مارک شلوارت مدیری خارجی ایرونی هم نیست خب روش هم نوشته only for مدیری رو این نوشته مارک شلوار من دست تو چیکار میکنی؟ بله یه روز داشتم بغلت زد میشدم رفاقتی زدم به کمرت کندم آره خب مارک شلوار من به چه دردت میخوره؟ برای روز مبادا نگه داشتم امروز روز مبادا بود تازه اینا رو هم دارم ببین اینا هم هست اینا همش مارک لباسای شما؟ آره اینا مال پیرناشه خب این مال پیجامشه پیجامت هم میدی اون بر بدوزن؟ ببین نوشته Made in Zimbabwe ببین روش نوشته آره واقعا زیشته عمو چنگیز خوب شد اومدی بیا زود بیا خیلی خوب شد اومدی بیا اینجا بشین همه عمو چنگیز رو میبینی؟ من پریروز یه دست دندون مصنوعی براش گرفتم از این چینی ها عالیه اصلا خیلی داره یه دکمه داره میزنه رنگ دندونه عوض میشه آره. دهنتو باز کن عمو دهنتو باز کن خیلی خوبه دندون مصنوعیش موزیکاله دهنش 4 ثانیه باز باشه صدای موزیکه میاد خیلی خوب حالا بازم بگید جنس چینی بده بازم بگید بده نه آخه چجوریه؟ آره بابا جا من شبا که میخوابم دهنم رو باز میذارم تا صبح این باز خودش همینطور تا صبح برام آهنگ میزنه تازه آهنگای درخواستی هم داره آخه دندونی که دهنتو باز بمونه اون وقت آهنگ بزنه به چه درد میخوره؟ هست خوبه بابا جون ارزونه دیگه خوبیش اینه که ارزونه آره من 15,000 تومان دادم یه دست دندون کامل گرفتم موزیکال بله ارزونه دیگه خیلی خوبه آره بله تازه علاوه بر این سه جفت جوراب با یه دونه سیدی گل پامچولم روش اشانتیون دادم میگه چی میخواد بیا شاهدم از غیب اومد میگم یویو به این گل من بگو پریروز چی از من خریدی بهش بگو آره یه شلوار چینی واسم خرید که 10 قدم که باش راه میری جر میخوره آفرین یه سانت هم جر میخوره آره یه سانت خیلی خوبه ها 1,000 تا از اینا رو آوردم 2 روز نشد همه رو رد کردم دونه 12,000 تومان مفته خب این که تا سر کوچه بره میشه شورت فوتبال همینه دیگه همینه خیلی همینش خوبه آدم یونیکه دیگه هر روز هر دقیقه باید نخ و سوزن همراه داشته باشه یعنی واقعا داری پولتو می‌ریزی دورم عقده دارندگی و برای زندگی دیگه آها اصلا این چینا خوبیش اینه که هر چی که شما بهش بدی یا این خودش بهتر از اون اصلش برای شما کپی میکنه تحویل میده بله اصلا بعید نیست چند سال دیگه مثلا کپی تو رو بسازن از خودت بهتر ارزونتر والا دیگه نه قور میزنه نه اجاره خونه میگیره فوق العاده است چقدر باحال یعنی همه چی تو چین ارزونه آره
بله بله، ولی کلا عقلتون از دست دادین. این برمی‌داره 4 تا جنس بنجل میاره، شما نادونام برمی‌داری می‌خرین و نه خیرم، اصلا الان همه جنس ها چینی شده. چی داری میگی واسه خوده؟ الان کل دنیا جنس چینی پره. آخه قیمت عزیزم این کی تو باغ بوده که الان تو باغ باشه؟ بدم اومد ها، اصلا اطلاعات نداری. آقا جون قربونت برم، بیا بریم خونه، دریای نهار خوشمزه درست کرده منتظره تا. نه بابا جون، من دهن غذا خوردن ندارم که نمیخوام. ببین یه جوجه فرد اعلی زده زعفرونی ها. آره پس من 3 سیخ میخورم و 2 سیخم بول بذار کنار منقل مغز پخت بشه. خیال راحت بگم دهنم هم باز بذارم تو را برامون آهنگ بزنه. به هر حال از همه اینا بگذاریم، بابت این کادو از شما خیلی ممنونم. متشکرم. از گل من ای تو گل من. قیمت یعنی همه چی اونجا ارزونه؟ آره دیگه، همه چی، هر چی تو بخوای اونجا هست، همش هم ارزونه. میگم مدیری یه وقت پیجامه خوب خواستی به خود من بگو. خب الان این پیجامه هایی که میپوشی همش مواده، نخ نیست، پوست پا تو میخوره، حیفه. خب میخوای از این پیجامه را تمام نخ برات بیارم؟ برو نمیخوام بیارم. قیمت یعنی همه چی اونجا ارزونه؟ همه چی ارزونه؟ خب یه قانونی وجود داره که میگه هر چیزی که فضا رو اشغال میکنه و با چشم دیده میشه قطعاً چینیش هم هست. مثلا از جدیدترین تولیداتشون سوهان قومه، روش نوشته سوهان قوم، وقتی میخوری بوی ماهی میده. ارتفاعات شانگهای اگه برین، بعضی از مغازه ها اونجا رو شیشه شون نوشتن اصل اردبیل رسید. بعد با زنبورها این آقا هر کاری میکنه روشن نمیشه. بعد با زنبورها قرارداد دارن که زیاد مایه نذارن، قیمت تولید اینجوری ارزون تر در میاد. یعنی زنبورها هنوز ننشسته تو کندو پا میشن. تهشو که غلیظ‌تره میبره جای دیگه که گرونتر میخرن. بعد روی شیشه خیلی از مغازه هاشون نوشته به یک بنجلکار حرفه‌ای نیازمندی. باور کردنی نیست که حتی وارد فروشگاه های صنایع دستی خودمون میشیم جنس چینی هست، جاجیم دست باف داخلی هست 100,000 تومان، کیف میکنی نگاش کن. جاجیم چینی هست 5,000 تومان که جنازه دشمنت هم توش نمیپیچی. بعد آقاه اتکتا رو نگاه میکنه، به خانومه میگه بازم خودت میدونی، اما به نظر من چینیه یه جلوه خاصی داره. آخه مگه میشه اینقدر ارزون؟ از چه مواد اولیه ای استفاده میکنن که 1/20 قیمت هایی که ما میدونیم میدن دست مشتری؟ از این طرف دستگاه دستمال کاغذی استفاده شده و پیتزای نیم خورده و دم کنی پاره میدن تو، از اون ور دستگاه عینک آفتابی میاد بیرون. بعد عینکه رو میزنی همشون میگن واو، فکر میکنی بت میاد میخریش. کلن توی چین اگه کسی گفت واو
به خودتون نگیرین، زبونشون اینجوریه، با شما نیستن. خب سه نفر آقا، شما بیاین، بعد شما بیاین، از این ورم هم شما بیاین. نه نه 17 نفر پا شده شما. بله بله همین اول. بله شما جانم نه ایشون. آره متشکرم، خیلی ممنون، دیگه گول نمیخورم. سه چهار نفر چند بار لالوی آدم ها اومدن بالا. خب شما شغلتون چیه؟ بالا بگیر. توی شرکت خصوصی. چی کار میکنی؟ کارشناس کیفیت. کیفیت؟ آخ کیا آوردم بالا؟ کارشناس کیفیت، بیا این برتا. شما شغلتون چیه؟ نظامی. کلیت ناراحت؟ نه نه مشکلی نیست. جان نظامی هستم. نظامی هستی؟ بفرمین. شما شغلتون چیه؟ سوپرمارکت هستی. سوپرمارکت داری؟ خیلی خوب، پس اصلا درست شد. شما نفری 1 میلیارد دارین، میخواین برین چین جنس بیارین، چی میارین؟ توی پوشک. توی پوشاک میذارم تو کار پوشاک. آه چی میاری؟ هیچی نمیاری؟ پوشاک چی میاری؟ شلوار، پیرهن. چینی. چند میخرین اونجا؟ با 1 میلیارد فکر کنم 40 تا کشتی بشه جنس آورد. آره حدودا میشه. شما چی؟ موبایل کپی شده. کپی برابر هست. چی میارین؟ کپی. کپی چیه؟ موبایل. موبایل کپی. آره. موبایل چینی. آره. خب شما چی؟ کمپوت آناناس. چرا کمپوت آناناس؟ مصرفش زیاده. یعنی واقعا مصرف کمپوت آناناس تو ایران زیاده؟ یعنی فروشتون خیلی خوبه کمپوت آناناس. چند میخرین چند میفروشین؟ قیمت اینجاش 4.5، 5 میفروشیم. روزی چند تا میفروشیم؟ تقریبا نصف کارتون. چقدر نصف کارتون؟ 12 تا. خب شما اینجا به کنترل کیفیت میکنین، بعد جنس چینی میارین؟ یه سری اقلام چینیه. آه یه سری اقلامتون چینیه. نمیدونم این کار، این بیزنس و این تجارت به نظرتون چی؟ یکم راجبش بگین. خب به مردم میگین چینیه؟ یه سری قطعات رو واقعا تو ایران نمیتونم تولید بکنم، واقعا نمیتونم. حالا تو کار صنعت که اینجوریه، ولی خب توی پوشاک و اینا نه. یعنی طبیعتا خب جنسه. لباس که اینجا میشه تولید کرد، چرا لباس میاری؟ خب اونجا سودش بیشتره دیگه. سوده. طبیعتا بیشتره. خب شما فرمودین موبایل کپی. بله کپی. الان تمام موبایلایی که دست بیشترشون مردمه کپی چین زده. تو بازار بری بگردی 80% چینیه. خب این که حالا این خوبه یا بده؟ والا چی عرض کنم؟ نه خوبه که کپی چینیه یا بده؟ ارزونه فقط. فقط ارزونه ولی بده؟ 100%. شما جز کمپوت آناناس یه قلم دیگه به من بگو. لوازم آرایش. کمپوت آناناس مگه چینی هم داره؟ بله. شما دارین؟ بله. چینیشو چند میخرین؟ چینیشو 4.5 میخرین. اون وقت اصلشو چند میخرین؟ اصلشو 6 تومن میخرین. 6 تومن. ولی به مردم نمیگین چینیه؟ میگین؟ چرا میگیم؟ جان من به خدا میگیم، جدا میگیم. روش چی نوشته؟ روش که ننوشته چین. رو قوطیاش نوشته Made in چین. نوشته چین؟ اصلی ها چی نوشته؟ اصلی هاش تایلندی هستش. ولی نوشته چین واقعا. خیلی
ایشون برای ایشون دست بلند کنی. فقط خواهر و خاله و دختر دایی و برای ایشون دست بلند کنی. برای ایشون ببین ببین متشکرم. ببین یه کمپوت آناناس چه کرد. خیلی ممنون که تشریف آوردین. خب نمایش ببینیم. از آقای ایو وای آه 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 ونه آه ونه وکا آه ای وا آه ای ای وا آه آه ای 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 نی ای ای او او ببخشید به چه زبونی داشتین صحبت میکردین؟ معلوم بود دیگه چینی. مگه تو چینی بلدی؟ همه بلدم. همه بلدم. من نمیفهمم. یعنی همه شما چینی بلدی حرف بزنی؟ آقا اصلا بلد بودن نمیخواد که چینیه دیگه. خیلی آسونه. یه باش سر و صداست دیگه. و میگه چنگ اون تکیه. خیلی راحت طرف فارسیه. من فارسی باش مشکل دارم. من چینی رو سر یاد گرفتم. بله شما که قطعا تو فارسی اصلا مشکل داری، ولی من فکر میکنم چینی سخت‌تر از نه فارسی. راحت‌تره. من فارسی مشکل دارم، مثلا نمیدونم فعل اوله یا مفعول دو بعدش میاد، یا مفعول و فاعل اولن بعدش قید زمان میاد، نمیدونم. همون شما چینی صحبت کن، اصلا فارسی رو خیال شو ولش کن. بو جان چین با کی داشتی صحبت میکردی ها؟ من والا یکی رو پیدا کردم که برام ببینم یه کاری میتونه بکنه. چیکار کنه؟ میخوام که ازدواج کنم، گفتن ارزونه، میخوام از چین زن بگیرم. باریکلا شوخی میکنی؟ میخوای بری چین ازدواج کنی؟ آره دیگه، تو هم بیا اونجا ازدواج کن، زندگی کن دیگه. با هم دیگه دو نفری میریم از یه خانواده دو تا دختر میگیریم، ارزونتر حساب میکنم. احسنت احسن لالا، آفرین، به سلامتی، باریکلا، آفرین به این فکر بکری که کردی، ایشالله خوشبخت بشی، آفرین به این مخ. مبارک باشه آقا لالا، ایشالا خود قسمت کنه این آقا ارسلان رو از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنه. بله چی رو مبارک باشه؟ اصلا شما فکر کردین ایشون با یک همسر چینی چه حرف مشترکی داره بزنه؟ نه خیر آقا، اتفاقا من دخترای چینی رو، زنای چینی رو خیلی خوب میشناسم. بله خیلی خانمای بساز، قانه، اهل زندگی. بله خیلی هم خوشخنده و شاد. بعد عرضم به حضورتون طایفه شوهر دوست، آشپزی عالی، خواهری فداکار، مادری دلسوز، همسری مهربان، وسیله ایام و زوابم دمه در محیات. دیگه چی از این بهتر؟ حالا کی میخوای بری لالا جان عزیزم؟ میگم آخه حیف نیستش آقا لالا، چرا میخوایم بریم زن چینی بگیریم؟ مگه زن ایرونی چشه؟ همه میدونن زن ایرونی تکه، خیلی هم با هنره. نه اونجا هزینه ازدواج زیاده. بله اینو درست میگه، اینجا هزینه ازدواج زیاده، من باید برم یه جای ارزون ازدواج کنم. آره اینو کاملا داره درست میگه، منم با شما هم عقیدم. بله برو همونجا ازدواج کن بابا جان. اگه خواستی منم چند تا مورد آشنا دارم. آره یه خانومی هست اسمش هست هان جیجو، سبیه ی آقای هونهایه. بله هونهایه از دوستای قدیمیمه، هم تو پکن تاکسی داره. آره دخترش هم تازه درسش تموم شده، مامایی خونده. بله خیلی هم دختر بساز و مهربون و پنجه آفتاب. فقط تنها ایرادش اینه که خود تنگه این چشاش. خب اشکال نداره، اشکال نداره، آدرسشو بده، فکر کن تو کارت عروسیمون بنویسن هون حاجی جی و لالا.
دو کبوتر عاشق. من فکر میکنم که شما خیلی به مشورت دوستان دل نبندید. برای ایشون پسرشون رو نمیشناسن، چه برسه اونهای تو چین. ولش کن بابا جان، حرفا اینو گوش نکن. مزخرف که حسودیه، حسودی داره میکنه. اصلا یه ضرب المثل چینی هست میگه نی ها تان دیه شی شی اوم. الان گفتم و تمامی، ببین موهای تنم سیخ شده. بس که این ضرب المثل پرمعناست. تو کرت هم چنگیز خان، من قول میدم دختر آقای هونهاهه رو خوشبخت کنم. آفرین، احسنت احسنت احسنت. باریکلا. ببین ازدواج لالا جان از یویو بشنو، ازدواج باید کم دردسر باشه، کم خرج باشه. واسه خودت میری چین خونه پدرزن تلپ میشی، موقع برگشت به ایرانم دو تا چمدون میگیری دستت، گوشی همراه، آها سودشو میبری. بله اینجا حداقل باید من شام 30 جور درست کنم. اونجا 200 نفر آدم دعوت میکنم، 200 تا فلافل میدم با این نوشابه دستشون. بله تازه خیلی بخوای تشریفاتی برگزار کنی، یه دونه سس مایونز هم میذاری رو فلافل. بله. بهشون میدی. همین فلافل رو بهشون بدی یا از شیش از شروع میکنم میام وسط مجلس، تا چراغ رو خاموش نکنی نمیرم بشینن. وای آره. نه آقا جون، یعنی اینقدر اینا بسازن؟ آره. دم خانومای چینی گرم. شما میشه لطفا سکوت کنین آقا یویو؟ مثل که خیلی دلت میخواد بری چینا. نه بابا من اصلا من حرف بدی نزدم، من دارم کلی عرض میکنم، من عاشق شما، من اصلا حرف بدی، من دارم واسه لالا میگم، رفیقمه، من حرف بدی نزدم. بابا جان حالا مسئله نیست، همین که بهت گفتم برو سراغش، اگه اونم نشد یه آدرس دیگه بهت میدم. این یکی تو جنگ جهانی دوم باباش با من بود، با هم می‌جنگیدیم. خب این دخترش 21 سالشه، پشت کنکوریه، اونجا بری دیگه اونجا حتما جواب ربت نمیدن. آره بابا جان موفق باشی. آفرین آفرین آفرین. بابا بابا احسنت. خب دیگه مبارکه، دیگه همه چی مبارکه. به به، تو چین عروسی رو برگزار میکنی دیگه، درسته؟ خیلی خوبه، ما هم که دعوت زیندیم، من عاشق این کشتنگام. آقا یویو پاشو پاشو بریم تو اتاق، مثل که باید یه جلسه خصوصی با هم داشته باشیم. من حرف بدی نزدم که دریا، من حرف من چیز بدی نگفتی. یه دقیقه باشیم. تا حالا فکر کردی که بچه تو و یک خانم چینی ممکن چه شکلی باشه؟ فکر کردم. به اونجا هم فکر تی میکنم باهاشون که باید به من بره. با اونا. بله. واقعا مبارکت باشه. در ضمن یادم رفت بگم تو یکی از تعطیل ترین آدمایی هستی که من تو زندگیم دیدم. قربون کلامت، مرسی که این کلامو از دهن شما شنیدم. مرسی. میای بریم؟ جان کجا؟ بیا با هم دیگه بریم چین، با من بیا بریم چین خواستگاری، اونجا اگه فضا سنگین شد استنداپ کن، خلاصه بخندن و جواب بله رو بدن دیگه. برو عزیزم پی زندگیت، برو قربون. من 20,000 تومن بس چیز میزم میخرم ها. برو عزیزم نمیم. برو قربون. برو. جنس جدید چینی دارم، قابلمه چارکاره سوپر پاور بدم. این چهار تا کار انجام میده؟ بله چهار تا کار، یکیش که قابلمه هست، میتونی توش قرمه سبزی درست کنی بخوری، یکیش دوربینه. دوربین داره؟ آره، هم دوربین توش داره هم پشتش دوربین داره. ببین اینجوری سلفی می... بعد ریش تراش هم هست. چجوری یعنی؟ کلتو میکنی توی این. آره خیلی راحت کلتو میکنی توی این، خیلی راحت ریش تو. تراشه. بعد استفاده چهارم، آیا از ریزش موی سرتان خسته شده ای؟ آیا همسرتان به خاطر کم شدن موی سرتان غر میزند؟ یک عدد سوپر پاور بخرید مویتان زیاد میشود. بدم
برو. برو. هر کی باید یه سوپر پاور داشته باشه. برو. من آخرش یه روز یه چیزی به تو میفروشم. یکی از واژه‌های فارسی که تولید کننده های چینی خیلی باهاش آشنایی دارن واژه آشغال ماشغاله. از بس که وارد کننده های ایرانی بهش گفتن آشغال ماشغال چی داری؟ ما ببریم. جنس چینی هم کیفیت های متفاوتی داره، اما دوستان وارد کننده ما صلاح میدونن که ارزوناشو وارد کنن. خریدار ایرانی به محض اینکه وارد کارخونه میشه، مدیر کارخونه چینی یه ور سوله رو بهش نشون میده، میگه آشغال ماشغال، یعنی جنسای شما رو جدا گوشتیم اونجا. برای همینه که ما با چینی ها خیلی راحتیم، دور هم میشینیم، هرچی جنس آشغال دارن میذارن وسط، خوش میگذره. بقیه کشورها حرف از کیفیت و تجملات و اینا میزنن، رفت و آمد و سخت میکنن. از اونجایی که مردم دوست ندارن جنس چینی بخرن، فروشنده هامون یه دروغای شاخداری سرهم میکنن که بعضن خودشونم وسطش خندهشون میگیره، میافتن کف مغازه. میگه این کیف سفارش سوئیسه، فقط تو چین تولید میشه. چجوری یعنی میشه اصلا؟ این سفارش فرانسه است برای صادرات به اسپانیا، منتهی دادن چین تولید میکنه، که پس وردا نگن همه رو گفت یه تلفنم به ما نزد. یه سری از کالاهای چینی هستن که اگه مفتم برداری باز تولید کنندش سود میکنه. اصلا معلوم نیست فرمولش چیه، اما حساب که میکنی میبینی جنس رو ازش دزدیدی، باز اون سود کرده. یعنی اتفاق افتاده، طرف یه گونی روسری چینی از دم مغازه ورداشته دویده، از اون طرف صاحب مغازه تا دیده اینجوری شد برای اینکه یارو برنگرده کرکره داده پای از اون ور در رفته. انرژی تو نیفته ادامه نمایش. منتظر کسی هستی؟ آره قیمت قراره بیاد بگه تو چین چیکار کنم چیکار نکنم، استرس دارم. چطوری؟ خوبی؟ خوبی. میگم مدیری من یه فکری کردم، میگم که بیا با لالا برو چین، یه آب و هوایی هم عوض میکنی، یه ذرم از این وضعیت میای بیرون، خسته شدی دیگه. به کارت برس، فضولی نکن. زایم کرد. قیمت من باید چی کار کنم؟ من الان اونجا سیستم چجوریه؟ من گیج شدم، من رسیدم فرودگاه زن بگیرم یا برم خواستگاری؟ نه دیگه، بی جنبه بازی در نیار. اونا چینی های رسم و رسوم های خاصی دارن، خیلی هم روش حساسن. خب اونجا که رسید ببین، تو مجلس خواستگاریشون که رفتی مواظب باش موز بر نداری. اصلا خیلی بد میتونن اگه موز برداری. خب من چیکار کنم؟ من نمیتونم موز نخورم. من 2300 تا خواستگاری گرفتم، بالاخره هر کدومش یه موز خوردم. خب نه دیگه، دیگه ازدواج تو چین سخته دیگه، این سختیاش هم باید تحمل کنی، چاره ای نداره. حالا میگم اگر به من جواب نبدن اون وقت چیکار کنم؟ این راه داره. ببین اونا عاشق هلو هسته جدان. خب اینا چند تا هلو هسته جدا همیشه همراهت باشه، هر جا دیدی اوضاع بیریخته و داره خرابکاری میشه، اینا اولای هسته جدا رو درار نشونشون بده. اصلا مثل آب رو آتیش میمونه براشون. خیلی خوبه. آره.
لالا، بابا جان چیزه، ببین جانم سب کن، بیا این 2000 تومن رو بگی داشته باش پلود، خب این پلود باشه رفتی چین از اونجا بر من جنس بیار، خب چی بیارم برات؟ بیا، برات یه لیست نوشتم، ببین یه دونه عینک آفتابی بعد 2 تا گوشی هوشمند میگیری با دوربین 10 مگاپیکسلی ها، خب یه ریشتراش همراه، 2 تا سبزی خردکن استیل، یه دونه هم قدم شمار، خب اگه پول اضافه اومد ببین چیز کن، یه بررسی بکن قیمت ببین چنده، واشر ترسیلن اگه قیمتش مناسب بود 2 تا هم واشر ترسیلن برام بگی. آره. همه اینا رو با همون 2 تومن میگیره؟ آره دیگه، اونجا همه چی ارزونه مدیری، همه چی با اینا هنو بیشتر، شاید اشانتیان هم بهش خیلی خیلی ارزونه. بله ارزونه. آره. ببین پسر اگه اینا رو گرفتی دیدی پولت باز اضافه اومد، باقیشو یه چند تا قدم شما رو دیگه هم بگی، من اینجا مشتریشو دارم آب میکنم، خب بیا این پلو باشه. آره آره با اجازه. میگم که میگم لالا رفتی پکن، میتونی یه کاری واسه من انجام بدی؟ دریغ نمی کنم، دم دست انجام میدم. آره دست در نه، ببین رسیدی پکن، اونجا باید بری خیابون چانچونک، خب آره یعنی فرودگاه که رسیدی همونجا خطی های فرودگاه دورایی چانگسو سوار میشی، خب میگی سر راه سر خیابون چانچونک پیادت کنه. اونجا که پیاده شدی روبرو خیابون چانچونک یه دونه مغازه ابزار فروشیه، خب کنارش یه کوچه است به اسم کوچه زغالیا. خب اونجا برم پیش کی؟ نه دیگه گوش بده، کوچه زغالیا رو که رفتی تو مغازه سوم نه، مغازه چهارم کنارش یه میوه فروشیه اونم نه. کنار اون فرش یه فروشگاه اسمش اینه ژاوپینگ و پسران، به استثنای اون پسر بزرگ جاباو. آره خب اونجا برم پیش کی کدوم؟ همون دیگه میری اونجا میگی قیمت سلام رسون جنساشو بدین من ببرم. آره اونجا یه پسر خوبه، خیلی بچه خوبیه، اسمش هم یوشیکاسو، خیلی اینا تلفظشون براشون مهمه، ولی من فرید صداش میکنم. فرید. آره بهش بگو کمکت میکنه، دست درد نکنه. پس هر جا که کم آوردم یه هلو هسته جدا میکشم بیرون. آره دیگه یه هلو هسته جدا نشون میدی مثل آب رو آتیشه. اونجا به فریدم بگو من میخوام ازدواج کنم، حتما کمکت میکنه. حتما نه. خیلی مهمه. حتما. آره خیلی تمومش کن برو. خوب شد اینو گفت یادم اومد، به فرید بگو اون استنداپ کن برقی که من سفارش داده بودم چی شد. آره استنداپ کن برقی. آره دیگه استنداپ به مثل جعبه کاغذ دستمال کاغذی میمونه، خیلی کوچیکه، میزنی به شارژ استنداپ میکنه، قش قش میخندی. واسه دوره بعدی دوره همین میخوام بیارم. آره بعد اون وقت این چجوری کار میکنه؟ خیلی راحته، ببین همینجور میزنی به برق راه میره استنداپ میکنه، بعد هر جا بخوره به دیوار خودش برمیگرده دوباره استندابشو ادامه میده. خیلی چیز خوبیه. قیمت از اینا 3 تاشو برای من بذار کنار. باشه. خوبشو خواهش میکنم. باشه باشه. من چون شبا میخوام بخوابم یکی میخوام استنداپ کنه، هیچکی نیست. راست میگی. بعد 2 تا کلید داره، یکی کلید روشن خاموش روشن میکنی استنداپ میکنه، یه کلیدم داره میزنی میگه انرژیاتون افتاده. آره بعد خیلی امکانات داره، تا 12 ساعت شارژ نگه میداره، وای فای داره، به اینترنت هم وصل میشه. آره از مدیری خیلی بهتره، زوج هنریش هم دوست داره، ازش هم جنس میخره، بعد به اینترنت وصل میشه. تو به اینترنت وصل میشی؟ نمیشی دیگه. میبینی چینی ها دارن چی کار میکنن؟ تا 2 روز دیگه جای همه تونو میگیرن. آره دیگه. آره آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. همین کارو اگه سوال کن یادت نره ها. میگم شیرینی میخوای بگیری حتما دانمارکی هم بگیری. میرم میگیرم. آره من بعد برم الان کت شلوارم از خوشویی بگیرم. شیرینی اتفاقا میخوام تازه از این خومه یا بگیرم. دانمارکی هم میگیرم. دانمارکی هم میگیرم. فعلا پس برم. فرستادمش بره. آره میگم میخوای تو رو هم بفرستم بری؟ خوبه. من برم چیکار کنم؟ بری اون
اونجا ازدواج کن. یه 3-4 تا جنسم برمیداریم، یه خرج سفرت هم در میاد. میخوای من بمیرم برم اونجا از این جنسای آتشخال نمیخرم. خیلی خوب، اینا رو نخر، ازدواج کن حداقل. چند تا بچه تو نمیخوای بچهات عمو قیمتشون رو ببینن؟ بس دیگه، بس کن، بس کن. بابا این چرا نمیفهمه همینجور داره علاف میگرده؟ مدیر یه فکری بکن واسه، خوب نیست به خدا، اصلا خیلی بده. به من ربطی نداره از این، همیشه پای خودشو میکشه. من یه دختر چینی سراغ دارم، این خیلی خونواده داره، تحصیل کرده است، 2 تا هم مدال المپیک داره، تو شنا، تو واترپولو، طلای جهانی، نقره المپیک. خب الان مدال المپیک چه ربطی به ازدواج داره؟ یه آپشنه، تو نمیفهمی. بعدش هم تازه آپشنه؟ آره دیگه. بعدش هم تازه دخترای چینی الان هر دوتایی که میبینی یکیشون یه مدال المپیکو داره، اصلا از رو اثر جهازشه، اصلا یه بعضیه. آره. آره. بفرمایید بیرون. فکر کن بشون. بفرمایید. خوبه یه مدال المپیکی تو خانوادتون باشه. برو درم پشت سرت ببند. معمولا محیط خیلی روی خلق و خوی افراد تأثیر میذاره. یعنی همین چینی هایی که یه هتل رو تو کشور خودشون 2 هفته‌ای میسازن، الان سال هاست که دارن تو آزاد راه تهران شمال آفتاب میگیرن. به کارگرشون میگی چرا کار نمیکنی؟ میگه حسش نیست، بیمه ندارم، دم عیده میخوام برم شهرستان، گوشت نخورم، جون کار کردن ندارم. بعد توی چین کارگره یه عطسه بکنه، 3 تا پیچ از جلو دستش رد میشه، نمیرسه سفتشون کنه. یعنی اونجا یه کارگر اگه 3 تا عطسه کنه، خودش استعفاشو مینویسه، میگه من لیاقت این شغلو ندارم. خیلی وقتا مراسم عروسیشونم همونجا پای دستگاه برگزار میشه. فقط فرقش اینه که اجازه دارن چند دقیقه در حین انجام وظیفه‌شون رقص پا هم بکنن. چینی‌ها کلاً به سختی کشیدن عادت دارن. کسی که وقتی رفته کلاس اول فهمیده حروف الفباشون 80,000 تاست، اینو از چیزی میشه ترسون؟ یعنی بچه‌های کلاس اولی بعد از ورود به مدرسه کتاب چینیشون رو یه ورق میزنن، بعد با تعجب به دوربین نگاه میکنن. کاش فقط همین بود. قیافه حروفشون رو دیدین؟ قشنگ یه جوریه که باید نقاش باشی که بتونی یه کلمه بنویسی. مثلا هیجیمیشون تصویر یه خونه 3 طبقه است که رو پشت بومش هم آنتن داره هم دودکش، نماش هم آجر 3 سانتیه. ما در دبستان اگه همین هیجیمی چینی ها رو میتونستیم توی امتحان نقاشی بکشیم 20 میگرفتیم. مهمان داریم، چه مهمانی، واویلا. مرجانه گلچی، ببینین چه میکنن. به 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 به، خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. خیلی خیلی خوشحالم و چه سعادتی که در این برنامه در خدمت شما هستم. انشالله که دور همی خیلی به همون خوش بگذره. خوشحالتون برم عزیزم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین و دعوت ما رو پذیرفتین. عرض کنم که سوال کوتاه جواب کوتاه بریم سر اصل مطلب. انشاءالله. قصد پیر شدن ندارین کلا جانم. چند سالتونه؟ وای درست رفتین سر اصل مطلب. سوال سخت. من برای شما یه هدیه آوردم خدمت شما آقای مدیر. خیلی ممنون. کپی کارت ملی شونه. روم کم شد. به به. قابل حمل و نام مرجانه، نام خانوادگی دلدار گلچین، تاریخ تولد 2/12/1347. خیلی ممنونم، کار ما رو راحت کردین. دیگه از این سریع‌تر و کوتاه‌تر میشد. تموم شد. آره خیلی متشکرم. قربون شما. این پیش من باشه. خواهش می‌کنم. منم یه کادو براتون دارم. یه چیزی که خیلی دوست دارین. خیلی دوست دارن. یعنی اصلا همینجوری از صبح که پا میشن شیرینی میخورن تا شب. آره. فوق‌العاده بود. ممنونم. عالی عالی. خب یه گازشو بزنم حداقل دلم طاقت نمیاد. آره دیگه. خب شما راحت باش. چه خبر؟ خب نه عجله نکنین، ما اصلا عجله نداریم، راحت باشید. خب اون کاری که خیلی دیده شد یادمه که شما 18 سالتون بود، الان میشه چند سالتون؟ 48 سال. 48 سال. نه دیگه 47 دیگه. اسفندم دیگه. آها چون اسفندن 47 سال. یک سال علیکی رفتم بالا سنم. 47 سال و نیم. 47 سال و نیم. اون سر نیمش برداریم چونه. آره. میزنیم 18 سالتون بود سریال آینه رو بازی کردی. بله. از اون موقعی کم میگیم برامون. من از 9 سالگی کارم رو شروع کردم آقای مدیری، با یه مجموعه تلویزیونی به نام خانواده که آقای غلام حسین لطفی و آقای داروش معدبیان مشترکاً کارگردانی میکردن. آقای غلام حسین لطفی نقش پدر و خواهرم هم نقش مادرم بازی میکردن. دقیقاً از 9 سالگی کار حرفه‌ایم رو شروع کردم، بلافاصله کار صحنه، یک تئاتر کودکان، بعد کار سینمایی. منتها خب سریال آینه یک معرفی جدی‌تر بود برای من، برای در خدمت هموطنان عزیزمون، و بعد هم دیگه حال مجموعه‌های مختلف. ولی بلافاصله بعد از بازی در سریال آینه، شب 29 رو آقای حمیدرضا رخشانی کارم رو توی آینه دیدن و دوست داشتن که من سینمایی بود. بله فیلم سینمایی که خب لباس شیکا رو پوشیدین رفتین تست دادین برای آینه نه؟ آخ آخ بله. بله یادم میاد از هنرستان، من هنرستان موسیقی درس خوندم، رشته تخصصیم هم تاره. بعد خب یک روز خیلی خیلی هیجان انگیز برای دختر جوانی که میخواد بره با تمام کسانی که خب براشون، برای من شاید آرزو بود دیدنشون، مثل مرحوم خانم مهین شهابی، آقای اسماعیل خانی و خیلی خیلی آدم‌های دیگه که آدم‌های خیلی مهمی بودن. طبیعتاً من باید بهترین لباسمو می‌پوشیدم. یک تیم تقریباً در کنار هم دیگه فعالیت کردن که من اون روز از این اپولای اینجوری هست. تقریباً دکمه هامونم اندازه تقریباً نلبکی بود. حالا پیش دستی نگم، ولی دو تا سرشونه اینقدری عذر می‌خوام. دیگه خلاصه ما هم تیپی زدیم و رفتیم اونجا که مقبول بیافتد. و بعدش اون فیلم سینمایی و شما از اولین ستارگان بعد از انقلاب این دیگه دهه 60. خواهش میکنم. و یه دفعه غیب شدین؟ بله. چه اتفاقی افتاد؟ من 74 آخرین کار سینماییم رو به نام متهم و همزمان سریال گریز رو بازی کردم. یک وقفه 10 ساله
البته خب کار بازیگری انجام میدادم، یعنی مثلا کار صحنه بود و کار رادیو. اما تصویر رو دوباره با مجموعه زیرزمین از سال 83 به پیشنهاد آقای افخمی، البته عذر میخوام یه پرانتز باز کنم، آقای شاه محمدی خیلی اتفاقی دفترچه‌شون رو داشتن باز میکردن، یک شماره از خونه منزل مادر من داشتن، گفتن حالا ما تماس میگیریم، اصلا مرجانه نیست، ببینیم این کجاست. تماس میگیرن، دست بر قضا بود. من در واقع جواب میدم و رفتم مجموعه در واقع کلانتر رو تو اپیزود سهراب بازی کردم که خیلی هم دوستش دارم. بعد از اونم کار آقای افخمی، ولی خب باز دو مرتبه اون برگشت جدیتر با مجموعه بزنگاه بود. از ایران رفتین؟ 10 سال که کار نه به صورت پیوسته میرفتم برمیگشتم، بعد ادامه تحصیل دادم، درسم رو خوندم و صحنه و رادیو کار میکردم. چی شد که کار نکردی؟ همه خودی هن اینجا. اون که البته. یه چیزایی یه وقتی مسیر کاری رو در واقع برای آدم یه شکل دیگه ای عوض میکنه. من ازدواجی کردم که همسرم دوست نداشتن بازی بکنم. خب خیلی هم برای منی که از 9 سالگی در واقع کار میکردم خیلی سخت بود. و تقریبا میتونم بگم سالهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم. سعی کردم با چیزهای متفاوتی خودم رو سرگرم کنم، ولی دیدم واقعا بازیگری یک عشق عجیب غریبیه که من نمیتونم ترکش بکنم. و 10 سال صبر کردی؟ بله، سعی کردم که در واقع گفتم شاید در این بخش حالا بتونم یک زندگی خیلی خوبی رو بسازم که متاسفانه نشد. و از اینکه الان دوباره در خدمتتون هستم و دوباره به عشق ابدیم در واقع رسیدم و دارم بازیگری میکنم، از این بابت خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. قربونتون. مرسی. عاشق شدین؟ بله. و ازدواج کردین؟ بله، ازدواج، بله. خب. دیگه سخت‌تر از سن نیست. بگید آقای مدیر. عرض کنم که بعد از اون وقفه طول خسته میشین اونجا؟ بذارین همونجا، اینا همش مال خودتونه. پیش دستی نه همونجا مال خودتونه همش. بعد ببرین اینو، میدم ببرین. بله خواهش میکنم. شیری عاشق شیرینی. عاشق. البته خامه‌ای بود بیشتر میچسبید. من شرمنده ام الان. تو این فرصتی که الان اینجا ما گپ میزنیم، اگر دوستان میتونن شیرینی خامه‌ای تهیه کنن تو این فاصله، من نمیدونم شیرینی فروشی با اینجا چقدر فاصله داره، ولی من یواشتر طولانیتر گفتگو میکنم تا برسونید. سنتون زیاد نیست؟ برای چی؟ احساستون راجب سنتون چیه؟ جوانین؟ یا سن یه عدده؟ یا مثلا دیگه سنی از ما گذشته؟ کدومه الان؟ چیزی که در درون من، اون مرجانه‌ای که درون من هستش، مثل که همون چیزیه که شما در کارهای طنز از من می‌بینید. پر انرژی، پر از نشاط. من در ظاهر خیلی آرام و مثلا خب حالا یه جورایی بگم خجالتی هم حتی هستم، ولی وقتی جلوی دوربین قرار میگیرم اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته و مثل که اون خود واقعی میکنم اونجا میاد بیرون. آره، چون میدونم که سالها درگیر کلسترول بودین. بله. برای همین میگم که متاسفانه ارثیه. ارثیه. بله، از 35 سالگی دیگه شروع میشه. پرهیز میکنین گوشت قرمز و اینا و اینا؟ خب خوردنی های خوشمزه مثلا اگر این دوست عزیز بذاره واقعا سخته، ولی سعی میکنم الان جدیدن به صورت جدی، تقریبا یه 3-4 ماهیه که دارم ورزش جدی میکنم، چون داشت اذیتم میکرد، هم اضافه وزن، هم این که خب حالم یه جوری میشد، چون آخه دستپختتونم اصلا واویلاست، یعنی قرمه سبزی و باقلا قاطق خصوصا یه چیز شگفت انگیزیه. برای همین اصلا نمیشه این کلسترول، حالا ایشالله که بیاد پایین. خب خانواده گلچین اساسا خانواده هنرمندی هن. خانم نادیا دلدار گلچین که از دستشون دادیم، روحشون شاد و بازیگر خوبی بودن، و عموی شما خواننده معروف و درجه یک 50 سال گذشته ایران، آقای نادر گلچین که هنوز هم هستن و خدا حفظش کنه، و خواهرتون خانم منیژه دلدار گلچین، به هر حال یک خانواده به شدت اهل هنر. امیدوارم که اسم آقای نادر گلچین اومد، دعوت میکنیم که مهمان دوره همی باشه.
بله. آقای مدیری، ما در واقع من و نادیا حضورمون رو در این حرفه مدیون منیژه هستیم. منیژه در واقع به عنوان خواهر بزرگتر که همیشه الگوی رفتاری من بوده و از این بابت خیلی هم خوشحال هستم، مسیر زندگیشو خیلی درست انتخاب کرد و اخلاقیات براش اصولا خیلی مهم بود، چون همه این فراز و نشیب ها، این مطرح شدن ها و اینا مقطعیه. اینکه آدم نهایتاً بتونه یک اسم نیک، یک راه نیکی رو از خودش به جا بذاره، برای من به شخص خیلی حائز اهمیته. منیژه وارد شد با سختی‌های خیلی زیادی و بعد علاقه ما رو که دیدش، در واقع اول من و بعد هم نادیای عزیزمون جذب این حرفه شدیم و واقعاً جای نبوده در واقع نادیا خیلی احساس میشه. علی خصوص که ممکن در زمین موسیقی هم ما کارهایی انجام بدیم که اگر نادیا می بود ما سه تفنگدار میشدیم. بله. و اینکه گفتین مسائل اخلاقی و مسائل در واقع فرهنگی این حرفه، شما خودتون یکی از بی‌حاشیه ترین واقعا بازیگرانی هستین که در طول این سالها ما میشناسیم و این فوق العاده است. از بعد از اون 10 سال که گفتین چرا کار نکردین، از بعد اون 10 سال بگین با بزنگاه، درست میگم؟ بله. با کار عطاران. من همیشه دوست داشتم کار آقای عطاران رو. یه دست به افتخارشون. اون بی‌واسطه بودن با مردم، اینکه در واقع به واقعیت خیلی نزدیک بود رو من خیلی میپسندیدم. پیشنهاد به زنگا اتفاقا در جای گفته بودن آقای عطاران، اینکه مثلا من آقا خامه‌ای اینجا همه چیز به سرعت تهیه میشه. آقا خیلی شرمنده کردی. ممنونم. خیلی واقعا سوپر. ببخشید من یه دونه دیگه از این بزنم. طاقت ندارم. من عذر میخوام. خب من صبر میکنم. شما راحت باش. بچه‌ها میخوان که موسیقی رو یه کمی آره تا میل کنن. ببخشید. راحت باش. بله. چه چیزی اینقدر منو میتونست خوشحال کنه آقای مدیری؟ واقعا دیگه خدا قسم هر چی میل داشتین بگین میگم سعید زنده باش. تشکر میکنم. ببخش. باید ببرمشون. تا حالا تو زندگیم نشسته بودم یه نفر نونخامه ایشو بخوره. شرمنده شما. خواهش میکنم. منو ببخشید. خواهش میکنم. خیلی هم زیبا بود. عرض کنم که راجبه بعد از اون 10 سال و شروع و صحبت عطاران. در واقع بازی در بزنگاه که خب خیلی هم هیجان داشتم. تیم بودن که سالها داشتن تو این زمینه کار میکردن و خب من جسته گریخته کار کرده بودم توی دهه 60، کار کمدی مثل ازدواج پرماجرا، چراغ خانه یا بخشی از قسمت‌های سریال آینه، ولی اینطوری به صورت مشخص برای یک کار صرف کمدی میترسیدم. اما خدا رو شکر در واقع با لطف دوستان و بدبستون‌های خوبی که صورت گرفت، با پارتنر بسیار خوب آقای لولایی، برای ایشون هم دست بزن. و تیمی که در این مجموعه بودن خدا رو شکر خروجی خوبی داشت و تا به امروز هم دیگه در حوزه طنز مثل که ما ماندگار شدیم. بله. چقدر عالی هستین در این کار. اسم حمید لولایی جان اومد. حمید جان شما هم دعوتین به این برنامه. اسم عطاران هم اومد که عطاران هم بله. خیلی خوبه. آقای مدیر، جایگاه خودتون رو من مطمئنم که بین مردم خیلی بهتر از من میدونین. شما همیشه سرآمد هستین و برای هر کسی فکر میکنم همکاری کردن با جناب آقای مدیری آرزوه. خواهش. من رو هم از این قافله مستثنی ندونین. کارتون رو بسیار خوب بلد هستین و از همه مهمتر شخصیتی دارین که تقریبا میتونم بگم همه ملت ایران بسیار شما رو دوست دارن. یک نظر کاملا قلبی بود. لطف دارید. بارها و بارها در
مراسمی در افتتاحیه‌ای، در اختتامیه‌ای، در جاهای مختلف من خانم گلچین دادم، گفتم تو رو خدا با من کار کنی. گفتن که حالا ببینم چطور میشه. نه فرمایین آقای مدیر. بعد دوباره دیدمشون، گفتم تو رو خدا یه سریال من دارش بازی کنین. گفتن که تماس میگیرم باش. دوباره آخرین بار یادتونه تو جشن دنیای تصویر نمیدونم کجا بود، گفتم که گفتن الان که سر کارم، من چی کار کنم؟ تو رو خدا با من یه سریال خواهش. با افتخار آقای مدیری. نفرمایید. این دیگه باید بد سلیقگی اون بازیگر باشه که بخواد. باور کنین همش ممکنه تداخل زمانی بوده. حتماً ولی نیت من رو نسبت به خودتون و کارهاتون میگم. خیلی ممنون. تاج سر هستین شما. قربونتون برم. لطف دارید. لطف دارید. یک رابطه عمیقی شما با خانواده دارین و با مادر خصوصاً. و شنیدم که سالهای سال واقعاً مثل یک پروانه دورشون می‌گردین و ازشون نگهداری می‌کنه. با افتخار. درسته. بله. چند بله. سالشونه؟ مامان متولد 1315 هستن. 15. یکم حسابم ضعیفه، ببخشید. سالو گفتم که خودتون حساب کنید. 80. 80 سال. بله. و با افتخار چندین سال هست. مامان من خیلی هم خانم قوی بودن. اما متأسفانه فوت برادرم اصلا زمین تا آسمون ایشونو تغییر داد، خیلی شکست و بعد افتادن روی زمین و مشکلی که برای کمرشون پیش اومد، دیگه الان یه چیزی بوده 7-8 ساله که تقریبا مدام بستری هستن و یکی از لذت بخشترین بخشهای زندگی من همراهی با مادر هستش و لذت میبرم. خدا سایه‌شون رو بالای سر من نگه داره و همه مادر پدرهای عزیزم به افتخارش. امیدوارم که سایه‌شون همیشه باشه و سلامت باشن و چه چیزی زیباتر از خدمت به مادر و پدر. بزرگترین چالش زندگی چی بوده؟ چیزی که منو نگرانم میکنه؟ یا اتفاق افتاده یا الان هست؟ سخت‌ترینش؟ من همیشه از اینکه دوستم نداشته باشن میترسم. بزرگترین زنگ خطر زندگی منه. دوست دارم تا زمانی که هستم مقبول باشم، نه به جهت اینکه خب محبوبیت رو خیلی ها ممکن است خیلی راه به دست بیارن، این که در واقع مشهور بودن رو عزم خواهم، ولی محبوب بودن یک حس خیلی خاص هستش. این که در هر جایی که در واقع تو حضور داری لبخند متقابل میگیری، این حس خیلی قشنگی. دوست دارم که در واقع همیشه دوستم داشته باشن و دارن همه. شما از اون دسته از بازیگرانی هستین که اتفاقاً خیلی محبوبه و دوست داشتنی و همه خیلی دوستتون دارن واقعاً. عجیب‌ترین تصمیمی که تو زندگی گرفتین چی بود؟ اینکه دوباره حرفم رو شروع بکنم. شروع کنیم. آره دیگه اون دوران خیلی سخته. بین دو تا چیزی که عزیزه تو یکیش رو باید انتخاب بکنی. خیلی سخت بود. شاید یک بخش چالشی هم که شما فرمودین، یکیش هم به همین هم میشد. درسته. درصد مربوط میشد به دوست داشتن. درسته. قوی ترین حستون چیه؟ مهربانی. مهربانی. بله. دوست دارین شما رو اصلا به چه عنوان توصیف کنن؟ اگر بخوان مهربانی. بله. همیشه. بله. و خیلی هم مهربانن. خیلی خیلی. من مرسی. توی کار همیشه من که سعادت نداشتم باشون کار، هر وقت گفتم گفتن من کار، ولی تمام کسایی که کار کردن همیشه این رو گفتن که چقدر مهربان، چقدر به دیگران کمک میکنن، چقدر همه چیزای خوب. چی دوست دارین بگین؟ چیزی تو دلتون باشه راجب حرفمون، راجب سینما، راجب تلویزیون؟ آقای مدیری، من زمانی که اومدم شما یه اشاره‌ای هم بهش کردین، خیلی بازیگر کم بود تو دهه 60 علی خصوص تو حوزه سینما. الان برای خودم خیلی جای سوال هستش که کسی که اینقدر فعالیت می‌کرده و حالا در اصلا خب شرایطم خیلی عوض شده نسبت به دهه 60 تا الان، برام جای سوال هستش که چرا من الان نباید سینمایی در واقع پیشنهادی داشته باشم که من رو تحریک بکنه برای بازیشون. خط کشی بین سینما، تئاتر و تلویزیون رو برای بازیگرا زیاد نمیفهمم.
یه جای اتفاقا خود شما هم اشاره کرده بودین که من در تیم فیلم جدیدم از تیمی استفاده میکنم، اینها در واقع بازیگرانن که دیگه از تلویزیون نمیان، اونها تخصص خودشون رو دارن دستم. یه مقدار این مرزبندی و خطکشی رو من زیاد نمیفهمم. اگر بازیگری میتونه با مخاطب خودش در اثری که ازش میبینن ارتباط برقرار بکنه، محدود به جای مشخصی نمیشه. این که چرا حالا این اتفاق میفته برای من جای سوال هست و دلم میخواد تا زمانی که هستم کارهای متنوع و متفاوتی رو در کارنامه کاریم داشته باشم. شما عزیزان از ما انتظار دارین که اگر این کار لولش اینجا هستش، کار بعدی بیاد اینجا. خب کارو برای ما سخت میکنه، ولی ما هم تا یه اندازه‌ای بذائت داریم. در هر صورت حرفمون ما از این را داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم خیلی منتظر اون اتفاق عجیب غریب بیفتیم. ولی تا همین حدی که اولا که این اجازه رو از هموطنای عزیزمون میخوایم که به ما این اجازه رو بدن ما متنوع بازی بکنیم. یه مقداری مثلا گارد گرفتن از مرجانه گلچینی که از کمدی یه دفعه میاد میره توی ژانر کاملا در واقع جدی، حالا حضور پیدا میکنه. اون گارد یک کم شاید اذیت کننده باشه و ریسک برای بازیگر که حالا من چیزی رو که میخوام قبول بکنم آیا هموطنان عزیزمون دوست دارن یا نه. این شرایط اگر ایجاد بشه و دوستان اعتماد بکنن، کارگردانهای عزیزی که در واقع میگن خب حالا مثلا من خودم همش مثال میزنم، مرجانه رو ما تو این قالب دیدیم موفق بوده دیگه، چرا حالا یک ریسک؟ بله. چرا یه اتفاق جدید ممکنه جواب نده؟ این شرایط رو فراهم میکنن، حالا شاید هم جواب داد. بله حتما حتما. چون به اندازه کارهایی که قربونتون برم، کارهایی که در واقع مثلا در طی مدت کاریم از شب 29 هم دختر شیطون سریال آینه، حالا اینجا بیاد یه شخصیت مظلوم، تا ملیحه نفس گرم، سعی کردم به اندازه در واقع چیزی که بذات در اختیارم بوده بله. متنوع انتخاب بکنم. اما بیشتر از این رو دوستان باید این شرایط رو فراهم بکنن. چرا ما در سینما علل خصوص بازیگرایی که در تلویزیون الان هستن و خیلی هاشون هم از تلویزیون رفتن سینما و آدمای خیلی موفقی شدن، درست. چرا این اجازه به ما داده نمیشه که ما هم امتحان بکنیم؟ یه چیزی رو میدونین، 6 شهریور سال 64 اولین قسمت سریال آینه پخش شد، 31 سال پیش. خیلی جالبه. آره خیلی جالبه. 31 سال پیش. به افتخار سریال آینه. آره ما من 2 سالم بود. آره خیلی یادش بخیر. هیچ چیزی یادم نیست، هیچ چیزی محوی یادم. باور میکنی خانومای خیلی مسن منو میبینن میگه یه دختر اینقدری بودم تو رو میدیدم، میخوام برم خودم رو بکشم. عرض کنم که نه دیگه، امشب همه میدونن، همه دیدن چه خبر. عرض کنم که سوالی که از همه میپرسم، احساس خوشبختی دارین؟ نه همیشه. نه همیشه. نه همیشه. نه همیشه. مشکلات دیگران مشکلات ماست. از اینکه میبینم در واقع خیلی ها در مسائل روزمرهشون در معیشت زندگیشون موندن واقعا از آبم میده و از اینکه کاری هم از دستم بر نمیاد تا یه محدوده ای من میتونم در واقع کمک داشته باشم. و واقعا آرزوی قلبی این هستش که هموطنامو شاد ببینم و ممنونم از شما که واقعا شرایطی رو فراهم کردین که حداقل در این تایمی که اینجا هستم و منی که خسته از یک روز کاری میام خونه و دکمه تلویزیون رو میزنم، اون شرایط رو برای ما فراهم میکنین که آقا دیگه غم و غصه بسه، میخوام بخندم. اگرچه شما نقد خیلی قشنگی هم به مسائل روز میکنین، از این بابت از شما واقعا ممنون هستم. مرسی از این شرایط. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. از گفتگوی با شما که سیر نمیشم، ولی به هر حال به خاطر وقت مجبورم. به موزه دوره همی چی میدین؟ من 3 تا گزینه دارم، خودتون یکیشو انتخاب کنید. الف به ج. الفش قنداقی که منو توش بسته‌بندی کردن. دومیش اولین لباسی که جلوی دوربین باش ظاهر شدم و سومی یک سیدی از استاد نادر گلچی. حالا میذارم به انتخاب خودتون، ببینین کدوم رو میخواین انتخاب. متشکرم. خودتون دوست دارین کدوم؟ من واقعا این 3 تا برام خیلی عزیزه و واقعا نمیتونم انتخاب کنم، میذارم به عهده خود. دومی باور کن. خوبه؟ دومی لباسم. با افتخار. سومی چی بود؟
سیدی استاد نادر گلچی. آه سیدی استاد نادر گلچی. از گذشته تا به امروز. وای چرا من میشه این سومی هم باشه؟ من با کمال افتخار، اشکال ندارم. چون اولی قنداقتون خب ما چه میدونیم چی به چیه؟ چی به چی؟ قنداق معلومه. آخر. ولی واقعا سه تا چیزی رو گفتم که برام خیلی عزیزه و چون شما خودتون و برنامه‌تون هم خیلی عزیزین، این سه چیز رو خواستم برای خودتون انتخاب کنم. خیلی ممنونم، خیلی با ارزش و امیدوارم که روزی استاد گلچین رو همینجا داشته باشیم در برنامه‌مون ان شاء الله. اول آرزوی سلامتی میکنم براتون و مادر که همیشه باشن. دوم این که روز به روز بیش از این بدرخشید و بهترین آرزوها و بهترین حال خوب رو. ممنونم براتون. از شما خیلی متشکرم. شب خیلی خوبی بود. مرسی. مرسی از خیلی متشکرم. قربونتون برم. ممنونم. مرسی. مرسی. آخیش آقا جون، یه سوال خیلی فلسفی و تخصصی برام پیش اومده. اینایی که میرن تو چین ازدواج میکنن، اینا با شناسنامه ایرانیشون میرن یا نه؟ واسه چی پرسی؟ چی دارم همینجوری واسه خودم میپرسم. نه مثلا الان لالا داره میره اونجا ازدواج کنه، مجرده. اونا از کجا میفهمن که این مجرده؟ یا اگه متأهل باشه اونا از کجا میفهمن که این متأهله؟ اونا چیزا براشون مهم نیست بابا جان، خودشون درگیر اینجور حواشی نمی‌کنن. بله. یعنی زیاد اصلا براشون مهم نیست این قضیه. ببینین آقا جون، می‌بینین چه سوالایی می‌پرسه؟ من مطمئنم یه منظوری داره. بابا من چه منظوری دارم؟ من دارم واسه لالا این سوالو می‌پرسم. بابا رفیقمه. می‌خوام اگه رفته اونجا یه وقت به مشکل بر نخوره. نگران لالا نباش بابا جان. الان لالا اونجا رسیده به مقصد، عروسی هم کرده. همین الان که داریم ما با هم صحبت می‌کنیم، احتمالاً تو ماشین داره میره آرایشگاه که زنشو برداره بیاد، بعد این فیلم بردارم تو کمرم ماشین اومده بیرون داره ازش فیلم برداری میکنه. آره خیال راحت. یعنی انقدر سریع و راحت؟ بله بچی، چی فکر کردی؟ اصلا چین اینطوریه دیگه. همه چیز سریع و راحت و ارزون و به درد نخور و بیکیفیت. گوش دادی؟ خوب گوشاتو واکن ببین چی میگه. میگه بیکیفیت. بابا تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ ما اصلا حرفی نزدم. لالا، لالا، به به، تازه داماد خودمون نرفته برگشتیم. دیگه هواپیما رو هوا تغییر مسیر داد، به مشکل برخورد. یعنی سقوط کرد؟ خب اگه سقوط کرده تو چرا نمور؟ عجب سگجونیه. نه بابا چی میگی؟ روی فرودگاه نشست، روی فرودگاه گوام. دیگه ما همونجا پیاده شدیم، گفتن چینیه دیگه نمیتونه بپره. دیدین گفتم این چین آخر هممونو به کشتن میده. ای بابا، یعنی چی بابا جان؟ این همه را رفتی چی به هیچی؟ نه هیچی به هیچی هم که نه. به هر حال من اونجا نشست تو فرودگاه گوام، من خواب بودم فکر کنم رسیدیم چین. خب دیگه رفتم همونجا حلقه رو گرفتم، یه دونه هلوی هسته جدام از اینجا قیمت داده بود بهم، برداشتم بردم اونجا. زانو زدم، رسیدم فرودگاه زانو زدم، به یکی پیشنهاد دادم، سریع قبول کرد و ازدواج کردیم. یعنی چی شما رفتین یه کشور دیگه ازدواج کردین همینجوری برگشتین؟ آره دیگه ازدواج کردیم دیگه، ولی خب خیلی رسم و رسوماتشون خیلی عجیب غریب بود، اصلا خیلی با چین فرق داشت، خیلی بیچارم کردن. عجیبه. واسه ببینم این اسم زن چی بود؟ اسم زنم گوالولو. چی؟ گوالولو. گوالولو لولو بوده. چه با مسما عجب رسم و رسوماتی دارن. حالا چه کاریه این؟ چرا اینقدر بلا سر تو آوردن؟ دیگه جزو رسمانه هاشونه دیگه. اونا جزو رسمانه هاشونه. چه رسم و رسوماتی بابا جان؟ ببین اونجا من دیگه افتادم تو دل قضیه دیگه. رفتم اونجا، اون خواستگاری رفتم، مهریه ازم گرفتن، شیربها ازم گرفتن، یه چک تضمینی ازم گرفتن،
به پول ایران 400 میلیون تومان همینطور من پول دادم اونجا. دیگه هر ماه هم باید به حساب باباش من پول بریزم. به حساب باباش چرا باید انقدر پول بریزی؟ چرا همچین کاری کردی؟ یه مجبور بودم دیگه. گفتم رفتم تو دل قضیه مجبور شدم دیگه. ببین بابا جان، نمیتونستی کنسلش کنی؟ میگفتی الان چیزه، میگفتی بعدم مزاحم میشم، برم یه دور بزنم میام خدمتتون دوباره. نه 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 نه، ناراحت میشدن. اونا جزو رسمانه هاشونه، اگر بری خواستگاری بعد دوباره برگردی میکشنت. من از ترس جونم قبول کردم. خب واسه چی برگشتی پس؟ دیگه زنم خانم گوالولو زنگ زد گفت برو به کارات برس بعد برگرد، ولی مهریه گوام مطالبه است، همون اندل مطالبه خودمون. گوام مطالبه. اندل مطالبه. ببینم مگه زبون ما رو بلد بودن مثلا اندل مطالبه رو متوجه شدن چه جوریه؟ شانس من همین یک کلمه رو بلد بود. گوام مطالبه، اندل مطالبه رو باید بگیره. خیلی هم کتک خوردم. چرا کتک خوردی؟ دیگه به هر حال جزو رسمانه هاشونه دیگه. اونجا تا میگرفتن یکی میگرفتن، منو گرفتن زدن، دور وا میستادن، دست میزدن. الو سلام، چطوری عزیزم؟ آره من رسیدم. آره نه اینطوری نگو، نه اه. اه. نه اینطوری نگو، دوست نشو دیگه، دارم میام، باشه. نخن ناراحت میشه. کجا داریم میریم؟ من باید برم، استرس داره، باید آرومش کنم. یعنی الان میخوایم بریم گوام؟ از استرس ها داره میخنده. یعنی شما الان میخواییم برین گوام ایشون رو آروم کنیم برگردین دوباره؟ دیگه همین الان میرم، فردا رسیدم، 23 ساعت فردا عصر رسیدم، 23 ساعت پرواز دیگه. آفرین آفرین، عالیه. کجاش عالیه؟ بدبخت شدیم بچه که. من برم تا زنگ نزده دوباره. خدافظ خدافظ. بیچاره شد رفت. این بچه اگه رفته بود زیر تریلی 18 چرخ هم وضعیتش از اینی که هست الان بهتر بود. تقصیر شما هست، اینو بدبختش کردین رفت. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. بالاخره این لالا هم دیگه عاقبت به خیر شد. یه جورایی کلن به فنا رفت. بفهم. ما حرفی نزدم. چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ ببخشید چند تا سوال برام پیش اومده بود، اومدم بپرسم قدت چند مدیری؟ چون؟ قدت، ببین سه تا اندازه میخوام، قدت، وزن دور کمرت. برای چی؟ برای اینکه تو چین سفارش دادم برام مدیری بسازن. میخوام تا آخر امسال یه خاور مدیری بیارم. آره کتک میخوای؟ نه ببین میخوام 200 مدیری بیارم فعلا، بریزم تو بازار ببینم چه جوریه، میگیره نمیگیره. البته قیمتاشون با هم فرق میکنه. ببین مدیری پلی‌استری دارم 360 تومن، واسه خودم آب خورده 360. مدیری سنگی دارم 200,000 تومن، مدیری گلی هم دارم 300 تومن. برو. مدیری عروسکی هم دارم، این خیلی جالبه، شیکمشو که فشار میدی میگه میری یا بدم ببرنت. یه بار دیگه اگه فشار بدی میگه کلام آخر. خسته شدیم. خب حرف آخر این که از مردم بخوایم از تولید داخلی حمایت کنن و سراغ اجناس بیکیفیت و ارزون چینی نرن، یه جورای پاک کردن صورت مسئله است. مردم موقع خرید شرایط اقتصادی خودشون رو در نظر میگیرن و خیلی وقتها داشتن امکانات بیکیفیت رو به محروم بودن از امکانات ترجیح میدن. نمیشه بازار لبریز از اجناس
ریز و درشت به درد نخور چینی باشه؟ سود میلیاردی از واردات این کالاها توی جیب افرادی که دستی بر آتش دارن بره؟ اون وقت به مردم بگیم نخرید. نمیشه بعضیا از این راه میلیاردر بشن و به کسی که 300,000 تومان ته حسابش پول داره بگیم 20,000 تومانی رو نخر، 200,000 تومانی رو بخر. قطعا راه ساده تری هم هست. واردات اجناس بیکیفیت جلوش گرفته بشه. روش اصولیش اینه که هزینه این واردات پرسود رو به عنوان تسهیلات در اختیار تولید کننده داخلی قرار بدیم تا اون هم بتونه محصولش رو به قیمت مناسب تری بفرسته در بازار. خیلی از تولیدی های داخلی چون از پس رقابت با اجناس چینی بر نیومدن تعطیل شدن. خیلی از سرمایه‌دارها قید کار تولیدی رو زدن و ترجیح دادن پولشون رو برای خرید ببرن تو بازار چین. خیلی از کارخونه ها کارگرها رو مرخص کردن، جنس چینی انبار میکنن، مارک خودشون رو میچسبونن روش، میفرستن تو بازار. ساحل ماسه‌ای زیبای جزیره قشم در این سالها چقدر پسروی داشته؟ چه میزان از فضای ساحلی مناطق آزاد تبدیل به پارکینگ ها و مجتمع های تجاری شده که محل عرصه اجناس چینی هست؟ مردم حلقه آخر این ماجرا. تولید داخلی زمانی جون میگیره که حلقه های بالاتر منافع ملی رو جایگزین منافع شخصی کنن. منافع ملی رو جایگزین منافع شخصی کنن. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودین. امیدوارم همیشه در پناه خداوند بزرگ حالتون خوب باشه و با امید دیدار و شبتون بخیر و خداحافظ. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.